تلاش بی ثمر، داستان زندگی و عاشقی فرید. ما در این داستان از نامهای مستعار استفاده کرده ایم. داستان را فرید با قلم خود نگاشته است. داستان آغاز می شود. سلام، فرید هستم، 22 سال عمر دارم. یعنی 22 سال پیش در یکی از ولسوالی های ولایت تخار که رستاق نام دارد چشم به جهان گشودم. در فامیل به دنیا آمدم که نسبتاً وضعیت اقتصادیشان در اوائل خوب بود، چون پدرم در آن زمان از پدر بزرگم هرچی که به میراث مانده بود با همان گزاره میکرد. ناگفته نماند که البته در فامیل من جمله 8 نفر بودیم. زندگی دوام داشت تا برادر بزرگم 13 ساله شد، و وقتی که برادر بزرگم 13 ساله می شود پدرم دیگر کار نمی کند و برادرم را در نانوایی می ماند. برادر بزرگم هم مجبور بود کار کند. در آن زمان من و یک برادر دیگیم 6 ساله و 8 ساله بودیم. مادر من به ما گفت شما را در مکتب ثبت نام می کنم. به خاطر ای از مادرم نام گرفتم که پدرمان در قصه ما نبود. او می خواست ما کار کنیم و بس. بالاخره با کوشش مادرمان ما دو برادر تانستیم به مکتبمان شروع کنیم. زندگی دوام داشت. برادر بزرگمان هم در کارش خوب درخشیده و تا جایی که او همه مصارف خرج خانه را می پرداخت و پسنداز هم می کرد. ما در این مدت در خانه کرایی زندگی می کردیم. روز شد که صاحب خانه آمد، گفت باید از خانه کوچ کنید. اینجا بود که برادر بزرگم با همان پولهای پسندازش خانه ای را خرید و ما بعد از بسیار وقتا صاحب خانه شدیم. خلاصه برادر بزرگ به ما هم برادر بود و هم پدر، چون کاری را کرد که یک پدر باید میکرد، ولی ما از پدرمان هم ناراض نبودیم و نیستیم. در این وقتا وضعیت اقتصادی ما نسبتاً خوب شده بود. برادر دیگه‌ام که از ما 2 سال بزرگ بود، او هم مکتب را رها کرد و با برادرم به کار کردن پرداخت. تنها من ماندم که باید مکتب را رها نمی کردم و ادامه می دادم. در مکتب صنف 6 بودم. خیلی در روی خانی کتاب مشکل داشتم. باز معلم به ما گفت که در مسجدتان مولوی ندارید، یعنی درس دین نمی دهد. ما گفتم است، ولی ما از پیش ملا خوشم نمی آید. معلم برم گفت تو باید پیش ملا بری، وگرنه در این مکتب تو حتی تا صنف 12 را کتاب را از روی خواندن یاد نمی گیری. منم که حرف این را در گوشم گرفتم، آمدم به خانه به مادرم گفتم. مادرم گفت راست میگه، باید بری پیش ملا. من هم قبول کردم و برفتن به پیش ملا را شروع کردم. مدت نگذشت که چشم من در خواندن کتاب‌های دینی باز و روشن شد. من بسیار در مدت کم خیلی کتاب‌های دینی را ختم کردم. در این مدت یک دختری از همسایگی من با ما هم سبق بود، یعنی ملا هر دوی ما را یک دفعه گوش می‌داد. دختر مارینا نام داشت، خیلی باهوش و مؤدب و همچنان سنگین بود. من نمیگویم عاشق شدم، چون کلمه عشق را در این زمانه خیلی ها چیز دیگر فکر میکنند. من میتوانم بگم که در دلم شیشت یا هم در دلم جای به خودش گرفت. در همین زمان برادر بزرگم عروسی کرد. من که دیگر کودک نبودم، همه چیز را میدانستم. هرگاه فکر میکردم به خود میگفتم چطور شود که یک زندگی نسبتا خوبی داشته باشم و در آینده با مارینا هم ازدواج کنم. چون من که دیده بودم پدرم کاری نداشت و نه کاری میکرد. همان برادرم بود که به ما همه چیز شد. ولی ما داشتیم بزرگ میشدیم و آرزوهای ما هم بزرگ میشد. برادرم که نمیتوانست به همه آرزوهای ما رسیدگی کنه. خلاصه در جای رسیدم که هر که به آینده خودش کاری بکند. برادرم که از من 2 سال بزرگ بود به اردوی ملی پیوست، البته با رضایت خانواده. آن برادرم با من خیلی رفیق هم بود. او که رفت من کاملا ریخته شدم. در این میان خیلی زمان گذشت. منم صنف 12 شدم، فقط امتحان سالانم مانده بود. در این شب و روزها خیلی فکر میکردم که چرا ما چونین هستیم و یا چونین شدیم. نمیتوانم کسی را دوست دارم به دست بیارمش. در افغانستان هم به همه معلوم است که زن گرفتن کمر آدم را مشکند. من در فکری بودم که این پول را که من اگر به خواستگاری مارینا برم پدرش از من بخواهد، این پول را از کجا کنم. من هر شب روز فکر میکردم. یکی از خوبی ها این بود که کسی را که من دوست داشتم، او را فامیلم هم دوست داشت. این را به این خاطر گفتم که اکثران کسایی که یکدیگرشان را دوست می داشته باشند با مخالفت فامیلشان روبرو می باشند.
ولی از من فامیلم هم دوستش داشتن. در همین بگو مگوها روزم یکی پای دیگر میگذشت. روز در مکتب بودم که برادرم که گفته بودم از من 2 سال بزرگ بود به من زنگ زد. گفت فرید تو نمیخوای ترکیه بری؟ ما گفتم چرا که نه، تو فقط پول قاچاقبر را تیار کن رفتنش از من. چون من هم دنبال همچون فرصت میگشتم. خوب منم منتظر زنگ دومیش بودم تا این که بگوید برو بلیت کابل را برات بگیر. روز در مکتب بودم و تقسیم اوقات امتحانات سالانه را میگرفتم که فردایش امتحان شروع میشد. در همین لحظه به من زنگ زد، گفت شب با فامیل خداحافظی میکنی و ساعت 3 صبح حرکت میکنی. من هم که تمامی فکر و هوشم مارینا و پولی که پدرش میخواهد را فکر میکردم، عاجل رفتم بلیت گرفتم و آمدم خانه. به فامیلم گفتم. اینها رضا نشدند، ولی آن برادرم خودش زنگ زد همه را راضی کرد. برای من که خیلی سخت بود، چون کسی را که دوست دارم از پیشش میرم، کسی که هر روز با دیدن آن روزم روز بود و روزی که نمی دیدمش برایم از شب هم تاریک تر می بود. خوب شب را هیچ نخوابیدم تا ساعت 3 صبح منتظر ماندم. ساعت 3 شد، برادر بزرگم مرا تا استادگاه اتوبوس ها رساند و خودش هم رفت. همینجا بود که من تنهایی را حس کردم، چی از فامیلم و چی از زندگی مارینا دور می شدم. قصه کوتاه، به کابل رسیدم و 2 شب را اونجا ماندم و بعد از 2 روز حرکت کردم و رسیدم نیمروز. و همینجا بود که مرا گریان گرفت، ولی خودم را به کسی نشان ندادم، چون از این که مرد استم نباید بگیریم، ولی دل من هر لحظه به خاطر او می تپید. و این راهی را که از 100% 99%ش مرگ بوده و تا حالا هم است، به خاطر او انتخاب کردم. خوب در راه چیزهایی را دیدم که وجدانم قبول نمی کرد که در حقشان این قاچاقبران بیرم کردند. یک سو دلم در افغانستان بود پیش مارینا و سوی دیگر کسایی را می دیدم که در راه افتادند و کسی جسدشان را هم زیر خاک نکردند. من طاقت دیدنش را نداشتم. چشمانم را به نادیده گرفتم و رفتیم. براه من ادامه دادیم. خلاصه تا ترکیه رسیدیم. 20 روز راه کردیم. در این 20 روز آنقدر درد و مشکلات را دیدیم که زنده رسیدنم یک معجزه بود. در ترکیه رسیده بودیم، یعنی خوابگاه ترکیه. از اینجا در اتوبوس ها سوار شدیم. هدف من استانبول است. در اتوبوس بودیم که دریور تلویزیون اتوبوس را روشن کرد. در تلویزیون سیل داشتیم که یک دفعه خبرها آمد گفتند کودتا شده و در تلویزیون هم نشان میداد. خیلی ترسیدم. به خودم گفتم فرید تو هر جا که بری دریا سرت خشک میشه. در همین فکر بودم که عمو تو خواب رفتم. یک دفعه بیدار شدم که اتوبوس استاده است. از شیشه دیدم که همه بیرون هستن. منم تا شدم، کمی هوا گرفتم و دوباره براه من ادامه دادم. در همین موقع بود که خبر رسید کودتاچیان ناکام شدن و همشان را دزگیر کردن. کمی راحت شدم. بالاخره به استانبول رسیدم. اینجا به کار شروع کردم. 1 ماه گذشت. دیگر حوصله‌ام به سر آمد، چون مسافری نکرده بودم برایم خیلی سخت بود. خلاصه با بیادرم گفتم من اینجا نمیتونم کار کنم. گفت درسته، چند وقت صبر کن، من یک کار میکنم تا پول تکت پروازت را پیدا کنم. چون از این طرف میتوانی بی ویزا به افغانستان با طیاره بری، کمی پول زیادتر میگیره و میبرم. در همین فکر بودم که برادرم زنگ زد. گفت درست است، تو بازم یک فکر بکن. اگر جدی آمدنی هستی اون پولش را برات رای میکنم. بعد خداحافظی کرد. ما به خود گفتم فرید تو به خاطر ماریناات این همه را تحمل کردی، حالی که اینجا رسیدی باید دنبال هدفت بگردی. البته یک چیزی که مرا دلم را گرفته بود زبانشان بود، ولی وقتی که شب شد و فکر کردم به خود گفتم فرید باید کار کنی تا بتوانی او را از خود کنی. خوب برادرم را گفتم نه، آمدنم نشد، ما کار میکنم. در این مدت 6 ماه گذشت. به خانه زنگ زدم ولی جرأت نکردم که بگویم فلان دختر را به من خواستگاری کنید، چون برادرم که از من 2 سال بزرگ بود تا هنوز نامزد نشده بود، از او خاطر مناسب ندیدم. در میان 1 سال گذشت. سال که پوره شد، یک روز به فامیلم زنگ زدم و با تمام جرأت گفتم که مارینا را به من بگیرند. گفتن او وقت نامزد شد. من نمیخواستم باور کنم. دوباره پرسان کردم، بازم همان جواب را شنیدم. تلفن را قطع کردم.
با خودم گفتم من چرا اینقدر بدبختم که به خاطرش مکتبم و این همه درد و رنجهایی را که هرگز مجبور نبودم قبول کنم ولی به خاطر او کردم. بعدش من دیگر شکستم، خیلی خسته شدم، گوشنشین شدم، همه از من خوششان نمی آمد چون با کسی حرف نمی گفتم. 3 سال گوشنشینی کردم، از همه دل کندم ولی چیزی نشد. دیدم که عروسی کرد و برای همیشه از زندگیم رفت. خوب در این میان کسی پیدا شد و او باعث شد که از گوشنشینی به آدم عادی برگشتم، ولی هنوز فراموشش نکردم و نمی کنم. در همین 3 ماه پیش پدرم به درگاه حق پیوست و از اینکه قاچاق زندگی می کنم حتی نتوانستم که 1 بیلخاک بالای قبر پدرم بندازم و در این مدت درخواست پناهندگی هم داده بودم ولی قبول نشدم. حالا 4 سال میشه که ترکیه هستم و از چیزی که رنج میبرم به خود میگم فرزند نشدم که لااقل 1 بیلخاک هم به سر قبر پدرم بندازم، ولی این همه را به خاطر او کردم که نمیدانم میدانست یا نه. از شرمنده های شما میخواهم دعا کنن که از همین عذاب وجدان رهایی یابم و سلام. این بود داستان زندگی فرید که تقدیم شما شد. نظریات خود را با فرید شریک سازید. کانال ما را سابسکرایب کنید و با دیگر دوستانتان شریک سازید.